مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه مشکلاتی بود که تصمیم جدید ممنوعیت صادرات 52 کالا برای صادرکننده ها ایجاد کرده که پیش آمده این است که ما در بعضی از گمرکاتمون مثلا گزارش دادند از مرز سرخس دوغارون حدود 800 کامیون که همه کارهای صادراتش انجام شده بوده اینها معطل موندن چند روزه و در گمرکات مرزی دیگر ما موضوع همینطوره، یعنی حتی پیش آگهی لازم برای این مطلب به موقع صورت نگرفته که واحدهای تولیدی یا صادرکنندگان بتوانند خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید. ابهامی هم که در بخشنامه بوده باعث شده که در گمرکات مختلف مختلف برخورد کردن، یعنی چون در اقلام شکر مثلا بوده که کالای یارانه‌ای بوده، برخی گمرکات گفتن محصولی هم که در شکر به کار رفته اینم مشمول اینه، حالا صبر کن تا ما استعلام بکنیم و خب این یک معطلی داره. مخصوصا در مورد کالاهای فاسد شدنی این مطلب خطیرتره، چون مثلا تخم مرغ تحت شمول قرار گرفته، خب این تخم مرغ چند روز که بمونه دیگه تخم مرغی در کار نخواهد بود، چه برای مصرف داخلی چه برای صادرات، تبدیل به مرغ ممکنه بشه.